машварати психологии Davr Company. Мушкилоти рухи доред, зиндагиро дуст намедоред, ба хархашаи оилавӣ дучор гардидаед, шуморо дуруст намефаҳманд, худро ноҷо ҳис менамоед, ба рафторҳои худ ҷавоб гуфта наметавонед, хислатҳои худро назорат карда наметавонед. Мушкил нест, барои ҳалли мушкилоти равонии шумо машваратхонии психологии Davr Company ба шумо ёрӣ мерасонад. Дар машваратхонии психологии Davr Company шумо метавонед аз хизмати равоншиносони касбию шинохта, ёрии психологӣ, дастгирӣ, имконияти дарки азият ва омӯзиши бартарафнамоии мушкилот ва ҳалли масъалаҳои муҳими оилавиатонро тариқи ройгун дастрас менамоед. Шумо метавонед оид ба ин масъалаҳо ба телефонҳои зерин муроҷиат намоед: 919-8037-37, 917-9037-37. دانستان میخواستم که حسیات های چون محبت، رشک، حسد، باوری، ترس و غیره و خوک از ها چگونه پیدا میشوند؟ چگونه میتوان نسبت درست را با انسان ها براه موند؟ انیق میدونستم که به اینگونه سوال ها چندی نفران دیگر نیست پاسخ میجوستند و همینگونه ایدیه برنامه رواندرمانی به سرم آمد و زود آن را به روحبریت تلویزیون پیشنهاد نمودم. البته لایحه قبول گردید و در کوتاه‌ترین مدت ما نشر اولی اون را پیشنهاد بیننده نمودیم. زن 33 ساله می نویسند که حسد چگونه احساس است و چرا بیشتر زنها به همدیگر حسد می برند؟ وقتی که ما درباره واقعا حسد گپ می زنیم، اون را به عالم حسیات های انسانی علاقمند می سازند. یک حسیات معینی منفی انسانی به شمار می رود و شخص هنگامی به این یان رفتار و کردار کامیابی و موفقیت این یان نفر دیگر مناسبت حسی ظاهر می کند. برنامه روان درمانی از زمره برنامه های خیلی مهم اساسی افراد جامعه را دیده می براید. آن مشکلات، آن مسئله های حل طلبی که در حیات آیلوی، حیات شخصی آنها و اومد در جامعه وجود دارد، در برابر دیگر متخصصان، اینچونین پسیخالوگ ها می توانند به درد افراد جامعه دوا ببخشند. این برنامه برای من بسیار یک برنامه جالب دقت شد، شخصا چرا؟ چون که توسط این برنامه ما توانستیم که دانشوی خود رو به بسیاری ها رسانیم. اون دانشویی که ما در خود داشتیم فکر میکردیم که ما نمیتوانیستیم که با این دانشوی خود به کمی به آدمان بیشتر بسیار کمک رسانیم، میتوانیستیم به آدمان علایده مثلا کمک خود را رسانیم، لیکن توسط این برنامه امکان پیدا کردیم که بسیاری ها از این دانشوی ما بهره‌ور شدند و توانیستیم که در کمی هم باشد در زندگی بعضی آدمان یک یاری رسانیم که از این چیز البته پیش از همه از جهت پسیخولوژی میگه از جهت روحان هم ما هم گفتم که یک قناعتمندی شدیم که ما به کسی یک خوبی یک یاردمی خود را رسانده توانیستیم. پس از روزی طولانی و فعالیت پرثمر شب فرا میرسد، زمانی که هر یکی ما به استراحت یعنی خواب نیاز پیدا میکنیم. خواب یگانه واسطه برقرار نمودن انرژی طول روز صرف شده می باشد. در این موضوع شرحی بیشتر می خواهید؟ پس متوجه باشید. خواب همچون یک استراحت معینه سر دانسته شده است و برای این معیارهای معینی خواب روی معین شده است که انسان چند مهلت باید خواب بکند که معینه سر استراحت کرده و بعداً قابلیت کارشایمی او تأمین گردد و برای در روزانه فعالیت کسبی کردن و من فعالیت حیاتی نمودن ضرورتی انمین استراحت معینه سر پیش می آید. وقتی که تیر به هدف میرسد دیگر مشکلی ها هم فراموش میشوند. از آنی که بینندگان به ما باور میکنند و سر دل میشویند،
دیگر جای فکر کردن درباره مشکلات و مانع‌ها نمی‌ماند. پیش از همه این برنامه به من امکان داد که باز هم دانش خود رو در این جاده من مثلا سقلتیم و پیش از همه من فکر میکردم پیش از همه باز درباره اون که اون مسئله های موضوع هایی که به مثلا مردم و اطرافیان بسیارتر مهمن به اونها دقت زیادتر دیم چون که وقتی که شخص خودش فکر میکند که این مسئله مهم است نه قدر شاید اون درک کند چون که وقتی که آدمانی گوناگون با سوال های گوناگون مراجعه میکنن این علاقه این چیزی ابجکتیوی است این حقیقت است و انسان باز از نگاه سوبجکتیو نه بلکه از نگاه ابجکتیوی درک میکند که کدام مسئله ها در مدی اول در جامعه ما امروز بسیار ضرور هستند و ما با کدام مسئله ما بسیارتر باید دقت زیادتر روانه کنیم در این دوام سالها متاسفانه صدای ما چندان شنیده نمیشد و یایی که به تمام عامه ما نمیتوانستیم فرا گیریم به واسطه فعالیت علمی خودمان را و همین برنامه روان درمانی امکان داد که صدای ما را هر یک خانواده تاجیک شنود و احساس کند که واقعا متخصصان ساحه پسیخولوژی وجود دارند و آنها کاملا از پسیخیاترها تفاوت دارند اینها با آدمان سالم سروکار دارند که در آنها متاسفانه مشکلات گوناگون روانی وجود دارد و آن را تنها میتواند روانشناس حل کند و امروز مردم کاملا در بین روانپزشک و روانشناس واقعا تفاوت را دیدند و امروز مراجعت آنها به حجره های مشورت پسیخولوژی و اینچنین که بعد برنامه ها خود مراجعت آنها به خودی همین استودیوی تلویزیون که روانه می شود افادگری آن است که ما امروز به مقصدمون رسیدیم این برنامه به من چی داد؟ محبت و باوریم از آنی که من رو در کوچه می بینند و روان درمانی گفته تبسم می کنند یعنی تبسمی محبت از محبت است و از آنی که به مصیر دل می کشویند سوال می نویسند و روان می کنند این باوریم که از این بیشتر من دیگر چیزی نمی خواهم مسلحتی روانشناس به حیات این اویلای جوان چونین است. شما اویلای نو برپا کردید و هر یک اویلای نو البته بعضی مشکلی ها دوچار می شود و تجربه کافی که ندارید بعضا نمی دونید چی کار باید کرد و چطور از این مشکلی برآمد. یکی شما یک چیز رو باید درک کنید. شما باید دستگیر یک دیگر باشید. کوشش کنید و یک دیگر مدد کنید. مثلا در منوچهر باید به شما کمک کنند تا اینکه در بین شما و اهل اویلاشون یک دیگر فهمی شود. شما باید غمخور منوچهر باشید. اینا بر همین شما تصور کنید که در یک قایق هستید که هر دیتون میتونید که این قایق رو به سمت درست روانه کنید تا اینکه از این بحران مشکلی زندگی برایتان شما باید مددگار یک دیگر باشید. اگر یک دیگر را دوست دارید و به خاطر یک دیگر بعضن گذشته باید کنید بعضن مشکل هم باشد بعضی گفتم ممکن است که مشکلی رو پسی سر کنید لیکن کوشش کنید که اویلهی که شما برپا کردید اویله رو باید مستحکم نگاه دارید اساسش آن است که با مصلحت کار کنید دستگیر یک دیگر باشید فهمید که اگر شما با یک دیگر اتفاق باشید یک دیگر کمک رسونید همه مشکلی حل می شود میخواهم که مردم از دانش های روانی با خبر باشند و طرز درستی مناسبت با اطرافیان را بدانند چون همه آن فاجعه هایی که بر سر ما انسان ها می آیند از بیخبری خود ماست کامران 27 ساله از شهر خوجند می نویسند که هرچند که نقشه ها می کشم و راه های آن را عملی نمودن را معاین می کنم ولی عمل کردن نمی توانم چگونه خود را به حرکت درآورم
در علم روانشناسی یک مفهوم است و اون مفهوم میگوید که انسان باید در جریان اون که یک مقصد میگذارد و اون را به نقشه میگیرد و میخواهد که اون را اجرا کند، یک عنصر را باید به انابت گیرد، سعی و کوشش، و همین سعی و کوشش باید کرد و در همین جا یک عنصر دیگر ای برادر عزیز ما باید به حساب گیرد. در نوبتی اول او باید خودش را به طور اجباری مجبور سازد، دیگر راهی نیست، زیرا اراده در اینجا کار میکند. اندکه اراده برادر عزیز ما ضعیفتر شده است و جرأت نمیکند. شاید از آن که آیا به نتیجه میرسد خوف دارد، شاید ازودش میبراید یا نمیبراید سوال ها در پیشش پیدا میشود، در معنی سرش این سوال ها جولان میگرد. بنابراین اینها با او امکان نمیدهد که آغاز کار را بکند. خوب میشود که خود را مجبور سازد و بگوید ای کامران، کو قدم اول را اکنون گذار، توفیل خود تلقین خود را مجبور سازد و این تکان است با او، این دیگر دارو ندارد. انسان خودش را در نوبت اول مجبور می سازد و یک باره دیگر هم توکل می کند و بعدا می بیند که قدمش خوب است و هیچ گونه عاقبت نداده است. قدم دویم را می گذارد و می بیند که راهی انتخاب کردهش در اجراش ثمره می دهد. بگذار کمی هم باشد، الحال نتیجه بخش است و او باور میکند به خودش. عنصر باوری در وجود این نفر آدم پیدا میشود. دیگر قسمت کار دیگر کنچه ترس گون کنار شد، شبه ها گون کنار شدند. بنابراین دیگر باوری به اصول انتخاب کرده اجراش پیدا میشود و او به اختیار ادامه اجراشوی کار را با همین اصول انتخاب کرده اش ادامه می دهد و واقعا به مقصدش می رسد. شکایت از خانواده دیگر میکنند ولی کوشش مطابق شدن را به آن نمیکنند. از خود کردن تجربه، عنعنه، عرف و عادت خانواده دیگر را که نمیکنند، خانه خود به این نزاهای گوناگون بین شخصی یا خود آیلوی میبرد. از این خاطر همین چیز بعضا شکایت های کرده شده مرا به شگفت می آورد و کوشش می نمودم که بفهمانم که شما امروز تجربه آموز هستید در خانه دیگر کس. با من پیش از همه موضوع هایی که به کسلی های روحی علاقه مندن راست دیگه معقول نیست. چرا؟ چون که بسیار شهروندان ما پسیخولوگ رو از پسیکیاتر فرق نمی کنند. باید ما این رو خوب درک کنیم که پسیخولوگ شخصی است که به آدمان سالم، روحان سالم در پروسس حل مشکلی های زندگی کمک رسانده می تواند. لیکن پسیکیاتر باشد متخصصانی هستند که به آدمان یاری رسانده می تواند که اونو کسلی روحی دارند. و من مثلا همین لحظه بسیار معقول نشد که بعضی زنگ می زدن، توسط زنگ های خود از من طلب می کردن که من با اونها نام های داروهایی را نامبر کنم که از این داروها استفاده برده میتونن حالت روحی، سلامتی مثلا روحی خود رو مثلا بهتر کنن. من با اونها بارها تکرار میکردم ببخشید من نمیتونم با شما یکون دارو رو مثلا وای کنم، پیشکش کنم، چون که من حقوق ندارم، چون که من پسیخولوگ هستم، من خودم از این چیز دور هستم. شما خوب میشود با پسیخیاتر ها، با همون پلیکلینیک هایی که در نزدیکی شما هست، به اونجا به پسیخیاتر مراجعه کنید و پسیخیاتر خوب به شما همون داروی درکاری رو میتند. لیکن این از زمین دایره مثلا کسب ما، اختصاص ما دور است. من این کار کردن نمیتونم، لیکن باز تکرار به تکرار آدمان درباره می کسلی روحی و
هر گونه داروهایی که به اونها باید امکان میدهد که مثلا توبه یابند از من طلب میکردن این دارو من نابر کنم و همین چیز روزی که من کمتر ناراحت میکرد. انسان برای به دست آوردن صبر و بردباری و همین طور رسیدن به حکمت و دانش سودمند باید سرد و گرم زندگی را بیچشد و از امتحانات زیاده سربلند بیرون آید. سلیمان می نویسند که برادرم 28 سال دارد. او به بیماری اوتیزم گرفتار است. از بس که معنی سرش روش نکرده است، او مانند نورس 15 ساله رفتار و گفتار می کند. از اطرافیان خودش را کناره می گیرد. ما اهل اویلا تا حال نمی دونیم با او چگونه مناسبت کنیم. از شما خواهش می کنم که درباره این بیماری برای ما معلوماتی بیشتر دهید. اصلا این یک بیماری است، چطوری که خودش در اینجا اشاره می کند و در ادبیات روانی نیز به این کودکان یک اعتبار می دهند و یک افاده خیلی مهم را در اینجا استفاده می برند که این شخصیت های واقعیت به خود فرو رونده هند. این شخصیت های به شمار می روند که قریب که معاشرت ندارند، احساس تنهایی برای اونها خاص است و به خود می روند و در دایره شغل های خودش آنها یعنی فعالیت می نمایند. قسم به تکنیک بسیار مایل دارد، با ملکه های تکنیکی در او می توان به واسطه تشکل داد و از سبب اون که انکشاف آنها عقبمانی روانی، عقبمانی نسبتا عقلی وجود دارد و حتی تفاوت در سن و سال می شود و در حالت داده شده زیاده از 12-13 سال تفاوت دارد، ولی انکشاف مغزی سری او واقعا معنی سری او تا اندازه تفاوت پیدا می کناند. پس نگرید که این گونه آدمان همیشه یک خصوصیتی به خود خاصی را دارند که خود به خود وجود دارند، به خود فرو می روند و بنابراین ضرورت پیش می آید که با در نظر داشتی همین بیماری، با در نظر داشتی همین علامت های اساسی اوتیزم، باید مناسبت کردن را با این بیماران یاد گرفتن ضرور است. در عالم هر کودک 88 با بیماری اوتیزم یا خود رشد نیافتن معنی سر به دنیا می آید. این هم باشد برایتون درباره نفران مشهور عالم که گرفتار این بیماری بودند قصه می کنیم. ماتماتیک و فیزیک بزرگ آلبرت اینشتین در خورده کودک به خود فرو رفته و تنهاجو بود. او تا 5 سالگی با کسی حرف نمی زد و تا سن 7 سالگی یک چند کلمه را تکرار به تکرار به زبان می آورد. طبق اطلاع بی بی سی نیوز این مخصوصیت ها را می توان نشانه اوتیزم دانست. در همین ردیف بیل گیتس، ایساک نیوتن و حتی استیون اسپیلبرگ را نیز میتوان نام برد. نفرانی که به این بیماری گرفتارند، صاحب رفتار و خصلت‌های غیرعادی و فوق‌العاده میباشند. لئوناردو داوینچی، رسام، هیکلتراش، معمار و عالم بزرگ ایتالیایی که به این بیماری گرفتار بود، برای تصویر لب‌های خانم مونالیزا 12 سال صرف نموده است. جیمز گارفیلد، 20مین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، می توانست در یک وقت با دو دست نویسد. با دست راست با خط لاتینی و با دست چپ با خط یونانی. دن اکروید، این هنرمند خود اقرار شد که به بیماری اوتیزم گرفتار است، ولی کسی به او باور نکرد. در رفتار سازنده پاکیمون، ساتوشی تنزیری نیز همه نشانه های اوتیزم موجود بود. خیکاری اوز، آهنگساز مشهور ژاپنی، دیلان سکوت پیرس، رسام، دونا ویلیامز، نویسنده استرالیایی، اندی اورخولت و وینس وان گوگ، رسامانی با استعداد، بوب دیلان، نوازنده، اندریو جکسون، 7مین پرزیدنت آمریکا نیز گرفتاران بیماری اوتیزم بودند. حجم خاطره انسان 4 ترابایت را تشکیل می‌دهد. انسان‌ها 90% خواب‌های خود را فراموش می‌کنند. به حساب میانه کودک 4 ساله در یک روز تا 450 سوال می‌دهد. برای خواب بردن انسان 7 دقیقه کفایه است. در تمام عمر پوست انسان 1000 مرتبه عوض می‌شود. در مغز سر انسان در یک ثانیه 100 هزار ریاکسیه‌های کیمیایی به عمل می‌آیند. چشم انسان قابلیت فرق کردن 10 میلیون رنگ‌ها را دارد. انسان‌ها یگانه موجوداتی هستند که با پشت می‌خوابند. هنگام تبسم در ارگانیسم انسان 17 مشک فعال می‌گردد.
نقشه داریم که در سال آیند بهترین برنامه ها رو در شکل و طرح نو پیشنهاد بیننده نماییم. بیننده های ما با آسانی هر گونه مشکلی های زندگی خود را، همه گونه معما های زندگی خود را، مناسبت های بین شخصی خود را، زیدیت هایی که در بین آنها موجود، آنها را با آسانی برطرف کنند و گفتن ممکن است که ما توانیم که با آنها در این پروسه کمی هم باشد کمک خود را رسانیم.